این واقعه حکایتی است که دلها رو از وحشتش می‌لرزونه و چشمها رو از سوز و درد می‌گریونه. داستانی است که درس‌ها و عبرت‌های بزرگی به ما میده و به ما اثبات می‌کنه که خدای متعال می‌دونه و ما نمی‌دونیم. راوی میگه پیرمردی بود که هر روز وارد مسجد می‌شد و با مردم نماز می‌خوند و مثل همه عبادت خودش رو می‌کرد. اما وقتی همه از مسجد خارج می شدن و اونجا رو ترک می کردن، اون همچنان داخل مسجد می مون و به گوشه ای می رفت و سخت گریه می کرد و با خدای خودش صحبت می کرد. صدای گریه های پیرمرد سنگ رو آب می کرد و دل هر شنونده ای برای اون می سوخت. مدتی گذشت و وضعیت به همین شکل ادامه داشت. یک روز خیلی کنجکاو شدم و تصمیم گرفتم که جلو برم و با اون صحبت کنم. به پیرمرد نگاه کردم و گفتم چه شده ای مرد؟ چرا این همه گریه میکنی؟ چرا این همه آه میکشی؟ پیرمرد نگاهی به من کرد و گفت من رو رها کن. حساب و کتاب من با خداست و خود خدا از راز دل من آگاهه. من رفتم، اما همچنان این سوال در ذهنم بود که مشکل این پیرمرد چیه؟ چند روز بعد دوباره وارد مسجد شدم و دوباره پیرمرد رو با همون حال دیدم. این دفعه رفتم جلو و به اون گفتم به خدا سوگند تا نگی این همه گریه برای چیه از پیشت نمیرم. بگو چه کردی که حال و روز تو به این وضع افتاده؟ پیرمرد گفت من کوچیک بودم و بزرگترین پسر خانواده بودم. بالاخره سن ازدواجم رسید. با دختری که دوستش داشتم ازدواج کردم، ولی خدای متعال فرزندی به ما نمیداد. این رو بارها و بارها از خداوند متعال درخواست کردم. خداوند نعمتهای زیادی رو به من داده بود، ولی من فرزند میخواستم. برای همین دست از دعا بر نداشتم و با کلی تلاش و دوا و درمان بالاخره صاحب فرزند شدیم. یک دختر بچه ناز و زیبا. من تا 5 سالگی با اون بسیار خوشحال بودم. همه چی خیلی خوب بود و انگار زندگی روی دیگرش رو به من و خانوادم نشون داده بود. اما عمر این خوشی خیلی کوتاه بود. دختر من در سن 6 سالگی به شدت بیمار شده بود و اون تمام دارایی و دلخوشی من بود. چند ماهی رو به دکتر و دوا گذروندیم و هرچه داشتم و نداشتم رو خرج دخترم کردم، تا اینکه یک روز حال دخترم به شدت وخیم شد و مجبور شدیم اون رو به بیمارستان ببریم. در بیمارستان حالم خیلی بد بود و ترس از دست دادن دخترم رو داشتم. روم به آسمان بود و همش خدا رو صدا می زدم و به خدا می گفتم ای مهربان ترین مهربانان، دخترم رو برام نگه دار. در همین حال و هوا بودم که دیدم دکتر از اتاق دخترم بیرون اومد و با یک نگاه ناامید به من نگاه می کرد. دکتر کمی مکس کرد و به من گفت انا لله و انا الیه راجعون. تمام دنیا روی سرم خراب شد. سرم گیج می رفت و خوردم زمین. وسط بیمارستان فریاد می زدم و گریه می کردم. می گفتم خدایا چرا؟ مگه تو مهربان و رحیم نیستی؟ مگه کسی که کریمه نعمتی رو که خودش داده پس می گیره؟ چقدر التماست کردم، چقدر خواهش کردم. شروع کردم به کفر گفتن و زیر سوال بردن خدا که نه مهربان و نه رعوف. چند دقیقه بیشتر نگذشته بود و دکتر و پرستارا داشتن من رو آروم می کردن که ناگهان یک پرستار با هیجان از اتاق دخترم بیرون اومد و با عجله دکتر رو صدا می کرد. پرستار می گفت دکتر، دکتر مریض برگشت. همه اطرافیان من ساکت شده بودن و چند نفری هم با عجله سمت اتاق دخترم می دویدن. آره، انگار معجزه ای رخ داده بود. از شدت خوشحالی تمام حرفایی که به خدا زده بودم رو فراموش کردم. اون روز گذشت و دخترم به طور معجزه آسایی درمان شد. سالها از این موضوع گذشت و دخترم بزرگ شده بود و وارد دانشگاه شد. یک روز دخترم وقتی به دانشگاه رفت دیگه به خونه بر نگشت. هر چقدر دنبالش گشتیم از اون خبری نشد، تا اینکه به خونه صمیمی‌ترین دوستش رفتیم. دوست دخترم جملاتی گفت که من هرگز باورم نمی‌شد. ظاهراً دختر من مدتی با یک پسر دوست شده بود و طی این مدت با هم چندین بار رابطه جنسی داشتن و دختر من بدن خودش رو تسلیم این پسر کرده بود.
و حالا که دخترم باردار شده بود از ترس من تصمیم گرفته بود با دوست پسرش به یک شهر دیگه فرار کنه. وقتی این خبر به گوش همسرم رسید سکته کرد، خیلی دووم نیاورد و چند روز بعد فوت کرد. سالها گذشت و از دخترم هیچ خبری نبود. موهای منم سفید شده بود و دیگه رمقی برای من پیرمرد نمونده بود. تا اینکه یک روز یکی از اقوام به دیدارم اومد و گفت فلانی، من میدونم دخترت کجاست. در حالی که شوکه شده بودم گفتم کجاست؟ مرد در گفتن جای دخترم تردید داشت. بهش اصرار کردم که بگه، من قول میدم ناراحت یا سرخورده نشم. مرد جواب داد که دخترت در فلان کلوپ شبانه به عنوان یک فاحشه کار میکنه. تمام دنیا دور سرم میچرخید و دلم میخواست به چند سال پیش برگردیم و از خدا نخوام که به من فرزندی بده، از خدا نخوام که دخترم رو از مرگ نجات بده. ولی چه فایده که زمان به عقب بر نمیگرده. بعد از اینکه یک کم سر حال شدم بلافاصله به راه افتادم و به سمت آدرسی که از دخترم داشتم رفتم. وقتی وارد اون کلوب شدم و چشمم به دخترم افتاد شوکه شده بودم. دخترم تقریبا برهنه بود و برای مردهای غریبه اشوه‌گری میکرد. تا مرز سکته پیش رفته بودم، ولی انگار خدا میخواست من رو زنده نگه داره تا ثمره اینکه چیزی رو به زور از خدا میخوام رو ببینم و این حقارت رو تحمل کنم. خداوند متعال در قرآن آیه 216 سوره بقره میفرماید بر شما کارزار واجب شده است در حالی که برای شما ناگوار است و بسا چیزی را خوش نمی دارید و آن برای شما خوب است و بسا چیزی را دوست می دارید و آن برای شما بد است و خدا می داند و شما نمی دانید. خدایا به قضاوت و تقدیر تو راضی هستیم. خداوندا ما را تسلیم خود و عدل و تقدیر و امر و حکمت خود گردان و ما را به گفتار محکم و حق در دنیا و آخرت ثابت گردان. ما را عاقبت به خیر کن و حال و کارمان را اصلاح کن و ما را به رحمت خود در بهشت وارد کن ای مهربان ترین مهربانان.